سلام به عزیزای دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی دلم براتون تنگ شده. دیگه گفتم امروز بیام باهاتون یه صحبتی داشته باشم. میدونم حال دل هیچ کدوممون این روزا خوب نیست. هممون گریونیم، هممون ناراحتیم. من که خیلی من واقعا اصلا مریض شدم. بعد گفتم که یه ذره حال هوامون عوض بشه. امروز سوسن جون ما رو صبحونه دعوت کرد، گفتم شما رو هم با خودم ببرم خونه سوسن جون. همین که میخوام برم چیدمان خونش رو انجام داده، هم خونه نوعیش رو بریم ببینیم، همین که با هم باشیم امروز دیگه. قربونتون برم، دوستتون دارم زیاد. رسیدیم خونه سوسن جون. چه برف قشنگی داره میاد. کیفمو نه نمیخوام، کیفمو نه. اینم نیلوفره. سلام علیکم. تو نون آب نره نیلوفر. فرفره؟ خدا هم یادتونه جلیله. آخ آخ شما شمالی؟ آخ نه نه مواظب باشین دیگه. بیان تشویق تو بچه ها به خدا بیان صابونه بعد برین فدات بشم. بگو فرفر رفتی شما؟ من نمیدارم فیلم میگیرم نمیتونم. سلام فرفر. سلام چیه؟ سلام چی؟ بابا سوسی گفت صبونه الا و بلا باید بیای اینجا. بعدی چی دیگه؟ منم که چیز دارم کله شما باید من کفشم ای دست. هیچی دیگه اومدم دیگه، اومدم خونه سوسی. آره جای شما خالی. قربونت برم، فدای تو بشم. مواظب خودتون باشی، فدات بشم. رسیدی زنگ بزن به من. رسیدی منتظرم ها. قربونت برم اله، فدای تو بشم. خبر چشم، فدای تو بشم. خدا فدات بشم. خدا سوسن جان مبارک مبارک مبارک. به 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 چقدر قشنگ شده اینجا. ایشالا به سلامتی، ایشالا دامادی علی جانم، عرفان جانم. وقت فکر نکنی علی عرفان من و علی عرفان سوسن جون. خب اون روز اومدیم اینجوری نبود. بعد بریم بالا سوسی؟ آره صابونه چیدم بالا میبره پایین. خب گفتم برف رو ببینیم. بریم بالا بریم بیرون بریم اونجا ویوره رو ببینیم. ویوره رره بچکده خوشگیل چه تابی. به 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 ویوره رو من اتاق خوابت هم نهیدم. اتاق پایین من ترسیدم بودم این کیه اینجا هم که ویوی بر با 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 من میگم نیلو پاشو هر از راهی بیا کنیم ما نمیاد با با اینجا رو زیده به چی زدی ها؟ صورتی زدی سوسی جا اینجا رو حرف نداری برای علی عرفان. سلامی علی. سلام چی گرای من؟ جاتون خالیه، خیلی جاتون خالیه. خب دیگه این هم نیلوفر خانم نایمده نشسته رو تاب. اونم اتاق علی جان همه، اینم اتاق عرفان جان. خدا خب دیگه اینم میز صبونه سوسی جونه. میز صبونه شیری جان که نمیشه. نه اختیار داری. به جای همگیتون خالی. اینم که من جای همه خالی. انشالله همه دل خوش داشته باشن. قربونتون برم فعلا. خدای نیلوفر میخنده. من اومدم روی این تابه بشینم، گفتم شاید این تابه از این تاباست که میتونیم چیز تاب بخوریم. نشستم افتادم نیلوفرم قش میکنه، سوسنم که قش کرده دیگه. به خدا این چیز ندید باید رفتم. دستم هم در نیست. خوبی افتادی؟ آقا این دستم درد میکرد. سی جلسه هم رفتم فیزیوتراپی برای این دستم.
سر زلیل مرده باعث شد دوباره دستم درد گرفت. زهر من میگفت که خب این تاب تاب نمیده. تو شیطونی نیستید به خدا. اومدید تنگی رو تاب. مثلا تو این کارا رو نمی کنی. من باور نکردم مثلا تو این. بابا من اصلا تارا نخوردم. خب الان دوباره نرو میوفتی خب. من نمیشینم. من نمیشینم. نه تکون نخور. پس میشم. نمیشینم. دیگه اومد بگیر. آها. نخورم. تاب. گوشیتو بگی دستش حالا ریلکس شو. من میخوام ریلکس نشم دستم داغون شد. آی 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 خدا نیلوفر زلیل نموزم این میخنده. چیکار کنه بچه خواه خیلی خنده دار بودی هستم تو. نیمکم یک باش ازت فیلم میگرفتم خجالت هم نمیکشتم حواسم هم به خودم میگرفتم میخوادم میبینیم آشپزخونه ای سوسک رو بگیریم بعد سوسن از چیزش استفاده نکردی فرش؟ نه هنوز آها از فرش بالا هم برم خب از فرش بالا استفاده کردم آها اینم که بیرونو دیگه الان چیز خوردیم دیگه صبونه خوردیم مادر سر بده همینجور باشه آره دست خب ما اومدیم تلویزیون ببینیم بعد نشستیم خب سوسی جون آش رشته رو کی بار بذاری؟ میخوای امروز بار بذاریم بخوری؟ نه دیگه میخوام بیا خونه ما بلاک بگیریم یا آش رشته رو ببینیم من آش رشته کلن زیاد نمیخورم فقط سوسن جون درست کنه میخورم واقعا خوشمزه است حالا سوسن جون یه روز افتخار داده بیاد پیش ما درست بکنه که باش. همه با هم باشیم آره حتما تو همین هفته درست کنیم دیگه نه میگیرم تازه گرفتم از اینجا آره باش میاد که نمیخوام یه کم میارم گرفتم تازه گرفتم آره تازه خریدم بعد آره الان بدم ببری یادم نره بده ببرم بدم ببر بیا اینجا بپس باش بعد دیگه سرمام خوردم صدام خراب الان هم که خوردم خدا ذلیلتون کنه انشالله دستم داغون شد به قرآن بعد دوباره برم فیزیوتراپی به جانت خیلی ممنون که امروز با ما بودید انشالله تا بلاگ بعدی فعلا خدافظ دوستتون داریم یا عالمه قربونتون بشم خب سلام به همه دوستان عزیز من همش من از سرما خورم ببخشید همش با این لباس هم خاطر که این لباس تو خونمه دیگه همش اینو میپوشم بعد اینکه خب ما غذا درست کردیم یه حالت استانبولی پلو میشه ولی خب ما استانبولی تغییر دادیم قاطی پلو میشه آره یه خوشمزه تر شد ما الان برنج رو دم دادیم اینم تدیکشه با آرد و چیزی برای قبلی فهمش جوریه خب مامان بعد قرنها برای ما چیز درست کرد برای ما ولاگ فرستاد ولاگ مامان لذت برده باشیم و اینکه چه خوبی ماما بعد از مدت ها برای ما چیز فرستاد ولاگ فرستاد ما فرستیم ببینیم و لذت ببریم و اینکه همین دیگه اینا قضیه خوشمزه ما گفتم که نشونتون بدم حالا اینا قشنگ لابراشو بریزیم بعد بهتون نشون میدیم آماده شد آره. با تدیکش بچه ما لایه اینا رو ریختیم و این هم یه فوتوفنی که بعد اینا رو همیشه قبل از بعد این کار کردیم چهار تا سوراخ
دراریم که قشنگ حالا ما شو ما شو دمش بیاد یکی مرغ هم لابره یکی گوشت هم لابره چرک کرده لابره بریزید یه قضیه مجلس ایرونی میشه. البته ما گوشت و مرغ نداشتیم امروز چون ما داریم خرید هفتگی و همین نداشتیم که خرید بریزیم ولی شما همیشه بریز. ما امسال چنده؟ ساعت یه رو به 20 دقیقه به 12 است ما حتی دو میخوایم تازه بریم خرید چون دیگه بالا گوشت میموندیم چون این هفته اینو من توضیح بدم این هفته هفته خیلی سختی بود برای ما لطف سه تا امتحان اومد عرفان سه تا امتحان داشت و هم معروف هم بخاطر سه تا امتحان خاطر هفته شب ما دیگه آره میکنه دیگه نه شب رسیدیم به خونه دیگه دیگه رفتیم خرید و اینا بعد گفتیم که واسه امروز غذا درست کنیم گوشت نمونه گوشت نمونی من برم ماست بگیرم ولی کلی زعفرون تو شیختم من برم ماست بگیرم البته ماست خوردم ماست بگیرم چون به خودی بزرگ نیست بعد ولی بعد میبینیم ایتون تدیک هم زیرش گذاشتم نشون ندیم تدیکش تدیکش هم نشون ندیم خدا بایسته بکن تدیکش هم عزیز این هم از غذای خوشمزه ما تو تو کردی خالی باشه اینو نشون بده بکشم خدا تعارف نکنی بفرمایی برنجش خوب شد نه؟ آره شفه نشد مثل اون دفعه نشد شد اون دفعه شد این دفعه من گذاشتم آب کش میخواستم آره. بکنم زود زیاد گذاشتم بعد الان دیگه چی بود؟ لاشم چی ریختی افان؟ توضیح بده؟ لابلا هر لایه که میریختم یه لایه چیز دارچین یه لایه زعفرون بس سیب زمینی هم توش هست کنم اول پیاز داغ کردیم توضیح بده پیاز داغ کردیم رخ و سیب زمینی بعد به همراه زعفرون زیاد و زرشک خب مایش جدا بعدش برنج رو دم دادیم مایه رو ریختیم لابلای برنج دیگه با همراه با هر لایه که میریختیم یه زعفرون دارچین زعفرون دارچین با پوست میان با پوست با تخمه دیگه چیه؟ خلال پسته بادوم تدیکش هم توضیح بده تدیکش هم که تو درست کردی من نمیرم تدیکش رو من یه ذره آب چون ظرف مربوطه که میخوایم برنجو دم بدیم یه ذره روغن می‌ریزیم روغن داغ میشه تدیکش رو به کجا درست می‌کنی آرد بعد لیوان یه لیوان دو قاشق پر غذاخوری آرد بعدش یه دونه قاشق غذاخوری هم زعفرون می‌ریزیم بعد فقط حواستون باشه دیگه خوی خودتون مقدار آبشو آب هم به خودتون فقط مقدار آبش باشه دیگه نباید سفت بشه بعد مایش غلیظ بشه دیگه آب بریزین تا جایی که غلیظ بشه آب بریزین یعنی آب زیاد نریزین میتونی بیان تایمشو برگردونه تو بیا این بعد ببخشید اون کاری که خوب شده باشه آب رو نره خیلی خوب شده عالی شد خیلی خوب خورد نکن بعد بزن بشن میدانم